فرانسه سراشپز چیره دست. در دوره فراموش شده در میان عظمت بلفلور، پرنسسی بود که اونو سارا صدا می کردن. اون ریزه میزه بود و همه تو قصر اونو دوست داشتن و می پرستیدن. اما خاص‌ترین چیز در موردش این بود که اون عاشق آشپزی بود. اینا فوق‌العاده به نظر می رسن. مزه‌شون هم فوق‌العاده است. بله، می دونم. در واقع سارا تمام طول روز در مورد غذا رویا پردازی می کرد. اینا خوراکی هستن؟ سربرم. اون به دستورهای پختم فکر میکرد. پرنسس، شما باید تکالیفتون رو در مورد چرخه زندگی زنبورها انجام بدین. و؟ و اینم دستور کیک لیمو زنجبیلیه. و احتمالاً فقط میشد اونو توی... سارا کجاست؟ آشپزخونه پیدا کرد. سارا، داری کلوچه میپزی؟ اینا کلوچه نیستن پدر. اینا ماکارونای نارگیلی هستن. تردی نارگیل که به آرومی پوسته پوسته شده و با شیرینی غنی شیر و یه مقدار وانیل ترکیب شده. فوق‌العاده است. ساعت 12 شب، سارا، اینا رو واسه کی پختی؟ بابای نوئل. سارا هر ادویه و ماده‌ای که میتونست روی اون امتحان میکرد و هدفش این بود که از هر نظر عالی بشه. همه از غذاهای اون شگفت‌زده میشدن و با گذشت زمان اون به یه آشپز شگفت‌انگیز تبدیل شد. خوشمزه است. انگار وقتشه بازنشسته بشم. هرگز، شما اولین و بهترین استاد من هستی. با این حال یه روز تصمیم گرفت از دکه سوپ فروشی مورد علاقش بازدید کنه. مادام پاتس، سربرم، دارین تعطیل می‌کنی؟ آره، من دیگه پولی برای اداره مغازه ندارم. مواد اولیه خیلی گرون هستن. ولی فکر کنم بتونم برای مشتری مورد علاقم آخرین کاسه رو درست کنم. در حالی که مادام پاتس مشغول پختن سوپ شد، سارا هیجان زده اونو تماشا میکرد. بوی زنجبیل و سبزیجات خیلی تازه است. حتی روشی که اون با دقت سبزیجاتو با عشق خرد میکنه. بفرمایی. میتونم گرمای سوپو احساس کنم که وجودم رو فرا گرفته. حیف که داری تعطیل میکنی. فقط من نیستم عزیزم. آقای بانسن نونوا، خانم بری بلوسوم، صاحب چای فروشی و حتی سراشپز ریگاتونی، همه دارن تعطیل میکنن. سارا وحشت کرده بود. اون شب وقتی تو آشپزخونه بود ذهنش تمرکز نداشت. با تواناییایی که داری شاید بتونی تاج و تخت و کنار بذاری و یه رستوران باز کنی. همینه، این کاریه که میکنم. چی؟ شما نمیتونین تاج و تخت رو رها کنین. خب من تاجم رو نگه میدارم و رستورانم هم باز میکنم. روز بعد اون مشغول کار شد و همه صاحبای مغازه‌ای رو که داشتن مغازه و دکه هاشون رو تعطیل میکردن استخدام کرد. حالا میتونید بدون نگرانی کار کنید. رو آشپزی تمرکز کنید. من بقیه کار رو انجام میدم. توی چشم هم زدن رستوران جدیدش راه اندازی شد و مردم به اونجا هجوم آوردن. این عالیه. دلم برای سوپاتون تنگ شده بود مادام پاتس. باید چای خانم بری بلوسوم رو امتحان کنی. بهتون احساس آرامش زیادی میده. اونا از غذاهای ما لذت میبرن. شهرت رستوران بیشتر شد و به سرزمین های اطرافم رسید. یه روز گروهی به ظاهر سرکش وارد شدند. خیلی ببخشید. عزیزم، من واقعا متاسفم. نه، نگران نباش. شعار ما خدمت به مشتری های خوشتیپه. منظورم گرسنه بود. عالیه، پس من یه سوپ شاه بلوط میخوام. در عرض چند دقیقه غذا سرو شد و اونا با اشتیاق غذا رو خوردن.
طعم خوشبار، این طعم طبیعی خیلی خوب درست شده. مادام پاتس بهترین سوپ ها رو درست میکنه. ولی اینو خود پرنسس درست کرده. آشپز یه پرنسسه؟ بله البته، سرآشپز این رستوران عالی در سرزمین زیبای بلفلور اولیا حضرت سارای خودمونه. او، پس من میخوام شخصا ازش تعریف کنم. آشپزخونه رو به اون نشون دادن که سارا توش حسابی مشغول بود. شما پرنسس سارا هستین؟ بله، چی کار میتونم براتون بکنم؟ تو باید ساکت باشی، اگه جیغ بکشی آدمام دهکدت، رستورانت و هرچی که برات عزیزه رو نابود میکنند. تو کی هستی؟ تا حالا اسم راهزنای فایردو رو شنیدی؟ اونا خائن ترین گروه راهزنا هستن و من رئیسشونم. کام کام؟ منظورت همون زورته؟ اسم واقعیته؟ ساکت! اون در ادامه مبلغ زیادی در ازای امنیت قلمرو و پرنسس درخواست کرد. ببین، فهمیدم. پرنسس باشی یا نه، از دست دادن رستوران برای سرآشپز گرون تموم میشه. بهم اعتماد کن، منم آشپز بودم. تو یه آشپز بودی؟ لاف نمیزنم، ولی آشپز خیلی خوبیم بودم. حالا میخوای چیکار کنی پرنسس؟ سارا ذهنش به سرعت کار کرد. اون نمیخواست کسی رو به خطر بندازه. بسیار خب، من قبول میکنم، فقط اگه بتونی تو مسابقه آشپزی شکستم بدی. مسابقه آشپزی؟ بله، و اگه من برنده بشم باید برای همیشه از قلمرو من بری بیرون. مجبور نیستم به حرفات گوش بدم. دزدا احترام سرشون نمیشه. آشپزا هم احترام سرشون نمیشه؟ اگه اینقدر که میگی خوبی، پس این مسابقه آشپزی باید برات مثل آب خوردن باشه. مگه اینکه دروغ بگی؟ ما از اون دسته باشه که املتو میسوزونم. باشه، یه مسابقه آشپزی همینو بس، ولی اگه من برنده بشم دهکده و رستوران و هرچی طلا بخوامو میبرم. در اون زمان پادشاه و مردم از این معامله خبر نداشتن. سارا نمیخواست کسی رو بترسونه. اون چندین روز روی توانایی‌هاش کار کرد. چرا نمیتونم درست در بیارمش؟ باید برنده بشم. شاید استراحت نیاز دارم. شب که شد رفت بیرون یکم قدم بزنه که به کاب برخورد کرد. اون کنار رودخونه داشت استراحت میکرد. سلام پرنسس، اومدی به شکست اعتراف کنی؟ خیلی بعیده. اینا مواد اولیته؟ بله، ولی فقط برای چشمای زیبای من. این دستت هستن که باید باشون آشپزی کنی. اونا آشپزی میکنن و برنده میشن. لطفاً، وقتی باختی؟ من برات یک کاسه سوپ شاهبلو درست میکنم که بری. مادام پاتس گفت که چقدر دوستش داشتی. سوپتو خیلی شبیه مزه سوپ مادرمه. اون عاشق آشپزی بود و به خاطر همینم من آشپزی رو دنبال کردم. من سرآشپز معروفی بودم و همه جا منو میشناختن. ولی یه روز یه منتقد انتقام جو تصمیم گرفت نام و اعتبار منو خراب کنه. نه. و اسم واقعی من کاب نیست. اسمم کرس واتره. سرآشپز کرس واتر؟ من اسمتون رو شنیده بودم. دستور پختتون معرکه هستن. هیچ کس بعد از اون با من کار نکرد. خب، اوضاع یکم سخت شد و به هم ریخت و به سمت دیگه ی از زندگی کشیده شدم. دوستی از مردم؟ تهدیدشون؟ دقیقاً. و حالا اگه اجازه بدین باید به مسابقه برسم. سارا انتظار نداشت کاب چنین وجهی داشته باشه. مردم چقدر عجیبه. خب منم باید سرزمینم رو نجات بدم. روز رقابت فرا رسید. بهترین سرآشپزای دنیا منو آموزش دادن. امکان نداره شکستم بدی. خب خواهیم دید. رقابت شروع شد. در حالی که سارا مشغول بود، کاب نگاهی بهش انداخت. چه غذای ساده‌ای انتخاب کردی که درست کنی؟ پیاز، گوجه فرنگی و بعدش هم لوبیا. فوق‌العاده میشه. بالاخره زمان تموم شد. برای اینکه رقابت عادلانه باشه، داورا نمیدونستن که غذاها متعلق به کدوم سرآشپزه.
اولین غذا شامل رشته فرنگی تند فتوچینی بود که تو شیر نارگیل جوشونده شده بود. داورا یه لقمه خوردن. غذای بعدی پولنتا و لوبیا تو سس خامه‌ای غلیظ بود. این فوق‌العاده است. وای. وقتی سیر شدن نوبت به اعلام نتایج رسید. قلب سارا به تپش افتاد. یعنی غذاش اونقدر خوب بود که تمام سرزمین رو نجات بده؟ چی؟ نه! بله! قلب سارا از شادی میتپید. جمعیت با خوشحالی دورش جمع شدن. قضاش مسابقه رو برده بود. ولی کاب خشمگین بود و سر پرنسس داد زد. چطور ممکنه؟ من دیدم که تو فقط از پولنتا و لوبیای ساده استفاده کردی. پولنتا فقط آرد ذرته. حتما تقلب کردی. تقلب؟ غذای من از مواد با کیفیت تهیه شده بود و منو تو سرزمینای دیگه به رسمیت میشناختن. چرا قبل از اینکه تهمت تقلب بزنی غذامو امتحان نمی کنی؟ و بنابراین کاب یه ملاقه به طرف دهنش برد. اون کاملا مات و مبهوت شده بود. موادی که با بیادبی تأخیر کرده بود حالا ترکیبی از طعمها رو تو دهنش ایجاد کرده بودن. این بافت لطیف و غلیظه و طعمش. چطور به این ظرافت دست پیدا کردی؟ تو غذاتو با چه نیتی درست کردی؟ معلومه با نیت برنده شدن. منم با این فکر یه بار تمرین کردم ولی از نتیجه راضی نبودم. من متوجه شدم که هدفم به عنوان آشپز اینه که مردممو با بهترین غذای ممکن تغذیه کنم. غذایی که باعث شادی و سلامتی میشه. به عبارت دیگه تو با عشق آشپزی میکنی. من به کلی اونو فراموش کردم. خب پرنسس، من آدمامو بر میدارم و سرزمین تو رها میکنم. تو موفق شدی. صبر کن، چی میشه اگه بهت کمک کنم رستوران تو اینجا رو بندازی؟ تو این کارو میکنی؟ میتونی باید سرآشپز بشی. کاب سر از پا نمیشناخت. اون با چشمای پر از اشک این پیشنهادو قبول کرد و بنابراین سرزمین از دست راهزنای ترسناک فایر دو نجات پیدا کرد. کاب، یعنی همون کرس واتر، رستوران جدیدی رو توی قسمت دیگه از سرزمین افتتاح کرد. بفرمایی. باید از مشتری‌ها استقبال کنی. یه بار دیگه با لبخند تلاش کنی. بفرمایی. بهتر شد. اونا گاهی اوقات به هم دیگه کمک میکردن. میخوای یه دست به چشمای سیبات کمک کنه؟ اونا یکم سرشون شلوغه. به چی نگاه میکنی؟ تو. و به این ترتیب نام سارا سر زبونه افتاد و شهرت سراشپز کرس واترم روز به روز بیشتر شد. این نشون میده که با اراده و شجاعت و یک کمی هم جادوی آشپزی همه چیز ممکنه.